سرخط خبرها. تهدید تند روسیه از سوی ایران. مانند آمریکا و اسرائیل با او برخورد می‌کنیم. سفر غیرمنتظره وزیر خارجه عمان به ایران. پوتین برای فرار از بحران تهران را ذبح می‌کند. حمله سنگین موشکی به پل کریمه توسط اوکراین. و موضع جنگ طلبانه جدید ژاپن در مقابل چین. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. تهدید تند روسیه از سوی ایران. مانند آمریکا و اسرائیل با او برخورد می‌کنیم. به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی روز دوشنبه 26 تیر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری مطرح کرد: از رئیس مجلس می‌خواهیم به نمایندگی از ملت ایران سفری به جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و کوچک داشته باشد. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرماندار ابو موسی آمده بود اظهار داشت: رئیس مجلس به روسیه بگوید با ما بازی نکند. ما همان فرزندان امام هستیم که نه شرقی و نه غربی را طراحی کرده است. وی ادامه داد: به این بهانه به کشور روسیه تذکر می‌دهم حداقل بداند پارلمان ایران پشت حضرت آقا و امام هست و اگر به رویه خود ادامه دهد، همان برخوردی که با آمریکا و اسرائیل کرده این با روسیه انجام خواهیم داد. سفر غیرمنتظره وزیر خارجه عمان به ایران. به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجه خبرگزاری تسنیم، بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان روز دوشنبه به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر می‌کند. وی بعد از ظهر روز دوشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرده است. پوتین برای فرار از بحران تهران را ذبح می‌کند. مهدی مطهرنیا در گفتگو با نواندیش درباره حمایت روسیه از بیانیه امارات درباره جزایر سگانه اظهار داشت: اینکه روسیه را ما شریک استراتژیک خود می‌دانیم امر غلطی است که به آن اصرار داریم. آنچه در باب روسیه و مواضع این کشور در قبال ایران بیان می‌شود، ایجاد کننده سرزنش برای سردمداران کاخ کرملین نیست. در واقع روزها در عرصه سیاست خارجی دنبال منافع خود هستند. به همین دلیل باید اذعان داشت آنچه که پوتین طلب می کند، نه دستیابی به اتحاد با تهران، بلکه تلاش برای مصلحت کشورش است. با این توضیح که هیچگاه روزها به ایران به عنوان متحد استراتژیک ننگریستند و به تبع همواره از آن به عنوان تعارفی دیپلماتیک استفاده می کنند تا از این طریق بتوانند از برگ ایران بهره ببرند. اکنون نیز با به ضعف کشیده شدن موضع ایران و برهم خوردن تعادل قدرت در منطقه به نفع عرب، روسیه مصلحت را در این می‌بیند که تهران را در خاورمیانه به نفع مسکو ذبح کند. به همین دلیل به راحتی ادعای امارات را تایید می‌کند. حمله سنگین موشکی به پل کریمه توسط اوکراین. گزارش‌های تایید نشده از کریمه حکایت از حمله موشکی به پلی که این شبه جزیره را به روسیه متصل می‌کند دارد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز از کشته شدن دو نفر بر روی پل کریمه خبر داد که گفته می‌شود یکی از آنها دختر بچه است. ویدیوها و تصاویر منتشر شده از این پل نشان می‌دهد که ستونی از دود برخاسته و این حادثه در ورودی این پل رخ داده است، جایی که کریمه را به روسیه وصل می کند. رسانه ی روس به نقل از شاهدان عینی علت حادثه در پل کریمه را حمله موشکی دانستند و گفته می شود بخشی از پل ریخته است. تا این لحظه وزارت دفاع روسیه در این باره واکنشی نشان نداده است. و موضع جنگ طلبانه جدید ژاپن در مقابل چین. شورای روابط خارجه آمریکا در گزارش اخیر خود با عنوان روابط ایالات متحده و تایوان در عصر جدید نوشت: آمریکا با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی خود باید به حمایت متحدانش در منطقه آسیا و اقیانوسیه تکیه کند و ژاپن مهمترین متحد آن در این زمینه خواهد بود.
در این گزارش آمده است که ژاپن میزبان حدود 54,000 سرباز آمریکایی و همچنین مقر برخی یگان‌های اصلی ایالات متحده مانند ناوگان 7 نیروی دریایی و یگان 31 نیروی اعزامی دریایی است. این اندیشکده که در نیویورک مستقر است اعلام کرد ایالات متحده نمیتواند بدون احضار نیروها و تأسیسات خود در ژاپن پاسخی سریع و مؤثر به تجاوز چین به تایوان بدهد. در ادامه این گزارش آمده است جنگنده های آمریکایی بدون استفاده از پایگاه های خود در ژاپن نمیتوانند به طور مؤثر وارد جنگ شوند و برای استقرار آنها در عملیات های جنگی باید از قبل رایزنی های لازم را با توکیو انجام دهد. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.